بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر، به یک برنامه ویژه دیگر از دری میدیا خوش آمدید. به دنبال سفر سیتا قاسمی به زیارت خانه خدا در عربستان سعودی، این بانوی آوازخوان کشور سخنان تازه‌ای را مطرح کرده و به افشاگری‌های تازه‌ای در مورد عربستان و بن سلمان دست زده است. آیا سیتا قاسمی پس از این با آوازخوانی خداحافظی می‌کند؟ اصلی افتاب اگبر من نتابی سردم و بیرنگم. سیتا قاسمی در مورد عربستان و وضعیت این کشور چه میگوید؟ برنامه های آینده او چیست؟ اگر میخواهید تا در این مورد بیشتر بدانید و از تازه ترین ها در مورد سیتا قاسمی آگاه شوید، پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اما قبل از آن لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. خواب دیدم که یار آمده است، گل سرخ مزار آمده است. خواب دیدم سیتا قاسمی در بهترین ماه، یعنی در ماه مبارک رمضان سال 1403 به زیارت خانه خدا رفته و روزهای اول سالش را با زیارت خانه خدا آغاز کرده است. دل میگد بارا بارا، یک درم میگد نرو نرو، طاقت ندارد دلم دلم. این هنرمند مشهور و محبوب کشور میگوید که او از سالها به این سو آرزو داشت تا با 4 تن از اعضای خانوادهش به زیارت خانه خدا برود که سرانجام این کار شد و خداوند این توفیق را به وی داد. سیتا قاسمی افسود است که برخی ها گمان می کنند که هنرمندان مسلمان نبوده و به باورهای اسلامی اعتقادی ندارند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است و او به شدت به اسلام علاقمند بوده و به این دین آسمانی باورمند می باشد. ما الحمدلله مسلمان هستیم، تمام هنرمندان هست مسلمان هستند و کسایی که آواز می کنند و هنرمند هستند اونا را نمی دانی که خدای نخواسته کافر خطاب کنید. وی اما افسود است که او طرفدار اسلام معتدل است و باور دارد که اگر این کار به صورت آرام و همراه با مهربانی و محبت انجام شود، مردم بیشتر جذب می شوند. وی علاوه کرده است که هر گونه خشونت در برابر مردم آنان را از دین بیزار می کنند و تنفر آنها را نسبت به دین افزایش می دهد. دوست ای دوست، ای دوست ای دوست، بیا قصه کنیم باز از خاطره ها قصه کنیم. سیتا قاسمی که همکنون به خانه‌اش در آلمان رفته است میگوید که عربستان برای بسیاری از مسلمان‌ها بهترین الگو است و وی در آنجا که خانه خدا موقعیت دارد دیده است که زنان به کنسرت‌ها می‌روند و مراسم هنری زیادی برگزار می‌گردد. و افسود است که وقتی عربستان که مرکز اسلام است به هنرمندان اجازه می دهد که برنامه های هنریشان را اجرا کنند، پس چرا نباید کشورهای دیگر از جمله افغانستان اجازه دهند و محدودیت ها بر علیه هنرمندان و آوازخوانان را شدت بخشند؟ ما شاهد هستیم که در عربستان سعودی مردم میرن، هنرمندای مشهور تمام دنیا میرن کنسرت‌ها برگزار میکنن. او از زن ستیزی در میان جامعه افغانستان نیز انتقاد کرده و گفته است که بسیاری از زن ستیزان از صدا و هنر زنان از گلوله بیشتر میترسن و نگران میشون. قلم زن کلید طلایی است، کلید طلایی که قفل‌های جهل و جنایت را باز میکند تا زن پرواز کند و پرواز کند. آهی بدراریم بدراریم غم و دیوار از خانه، وقت است برزمیم من و تو شانه بشانه. و یفسود است که سرانجام زنان راهشان را خواهند پیمود و تا تحقق یک جامعه برابر و انسانی به مبارزاتشان ادامه خواهند داد. می جنگیم می میریم حق خدا بگیریم، می جنگیم می میریم
سیتا قاسمی افسود است که در جریان زیارتش برای همه مردم افغانستان دعا کرده و آبادی و آرامی مردم افغانستان را از خداوند خواسته است. و افسود است که خداوند به دل و قلب انسانها نگاه می کند و به ظاهر انسانها نگاه نمی کند. و علاوه کرده که بهتر است به جای این که به ظاهر انسانها نگاه کنیم به نیت انسانها نگاه کنیم. و بسیاری از انسانهایی هستند که ظاهر دینی ندارند اما واقعا انسانهای دین دارند، اما در مقابل انسانهایی هم وجود دارند که ظاهرا دینی هستند ولی در باطن از هر انسان بد بدتر می باشن. من میرم از این شهر، این شهر از تو باشد. نزدیکان سیتا قاسمی میگوید که وی همچنان به آوازخوانی و کارهای هنریش ادامه خواهد داد و در تلاش خواهد بود تا علاوه بر خدمت به مردم بخشی از درآمدهایش را برای زنان و یتیمان نیز توزیع و تقسیم کند. گفتنی است که سیتا قاسمی نهاد خیریه نیز دارد و زمانی که در کابل هم بود به فعالیتهایش ادامه میداد. وی بارها به خانه های مردم رفته و کمک ها را با دستانش توزیع می نمود. آفرینتون، تو یک خانه زندگی می کنین و سیتا قاسمی می گوید که بودن در میان مردم برایش بهترین آرزو است و او دوست دارد تا در میان هموطنانش بوده و با آنها نشست و برخاست داشته باشد. دوست ای دوست، ای دوست، ای دوست، بیا قصه کنیم، باز از خاطره ها قصه کنیم. او میگوید که در جریان مراسم مکه برای زنان و دختران نیز به صورت ویژه دعا کرده است. سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من. سیتا قاسمی میگوید که زنان افغان محرومترین زنان عالمند و آنان امروزه مانند کنیز و زندانی از تمامی امتیازات و فرصتها محروم میباشند. و این میافزاید که او ده ها زن را در عربستان دیده است که مقامات شاهی عربستان و از جمله شخص بن سلمان به آنها اجازه کار، فعالیت و رانندگی را داده است. ستایش کنم زن که مادر است. دوستان عزیز، این بود برنامه کنونی که تقدیم حضورتان شد. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما نیز می توانید دیدگاه ها و نظرات ارزشمندتان را از طریق کامنت با ما و بینندگان ما در میان بگذارید. تا برنامه های بعدی، الله یار و نگهدارتان باد.